شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیدم، نه هم کی ماندم رازی از او سازم محبه. چی زمونه با ما سر ناسازگاری داد پیره؟ خب نو گفتی. خلاصه گفتم من کشتم تفلک بلغیستش از سرس میمود. قصت کمر چهار تا مردم اتونه بشکنه، قصت یا آسمونه متونه پر بکنه. اما حیف که حوصلت قدیه انگشتونه بیشتر نیست. چی بگم، مدام تو فکرشم، از فکرم نمیاد بیرون. اسد خان بیا چرخه بکشیم بالا. ناصر ملک مطیعی، زاده 1 فروردین 1309 در تهران. 5 یا 6 سال داشت که پدرش سینما شرق را در خیابان سیروس افتتاح کرد و فیلم بازی کردن در خانه با بچه های فامیل شد تفریح آن روزهایشان. بعد از اخذ دیپلم تربیت بدنی از دانشسرای عالی تهران، مدتی مربی ورزش دبستان شد، اما سرانجام در 19 سالگی علاقه او به بازیگری سبب شد به هنرستان شبانه هنرپیشگی برود و آنجا با تشویق‌های ژاله الوف روبرو شد که او را خوش چهره و شبیه به تایرن پاور، بازیگر آمریکایی می‌دانست، که البته بعدها علاوه بر توانمندیش در بازی، همین چهره خاصش در تعدد پیشنهاد بازی به او مؤثر و پیشبرنده بود، طوری که تا سال 58 با وجود پیشنهادهای بسیاری که تازه برخی از آنها را هم رد می کرد، او بیش از 100 فیلم بازی کرد که او را ستاره محبوب سینمای ایران نمود. نه تنها در 3 دهه حضور پررنگ در سینما، بلکه در این سالیان که در شغل‌هایی همچون مشاور املاک و شیرینی فروشی مشغول بود. در 19 سالگی اولین حضور او در سینما ثبت شد، نقشی کوتاه در فیلم واریته بهاری دکتر اسماعیل کوشان. سپس او به عنوان سیاهی لشکر در فیلم شکار خانگی حضور پیدا کرد که به خاطر چهرهش کمی متفاوت تر از سایر افراد در نظر گرفته شد و 2 جمله در طول فیلم برای او در نظر گرفته شد. بعد از آن مهدی رئیس فیروز، فیلمساز 21 ساله، در پی قولی که به مهندس بدی برای ارائه یک فیلمنامه مردم پسند و جذاب داده بود، طی 1 شب فیلمنامه ولگرد را نوشت و از آنجا که اصرار داشت از بازیگران تازه نفس استفاده شود، در میان گزینه‌ها به عکس ناصر ملک مطیعی برخورد و او به عنوان بازیگر اصلی کار انتخاب شد. این کار علاوه بر کسب اولین دستمزد حرفه‌ای از سینما به مبلغ 1500 تومان برای او، محبوبیت فراوانش را نیز در پی داشت، طوری که نقش اصلی فیلم افسونگر در کنار ژاله الوف نیز به او داده شد و بعد از آن در غفلت بازی کرد که برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران برای این فیلم نمایش افتتاحیه برگزار شد و ملک مطیعی به عنوان ستاره‌ای که از منتهای گمنامی به این شهرت دست یافته بود در افتتاحیه حضور پیدا کرد. نکته جالب اینجاست که تأثیر ملودرام‌های ساخته شده در آن سالها روی مردم آنقدر زیاد بود که رفتار بازیگرانی چون ملک مطیعی در فیلم‌ها برای مردم الگوی رفتاری شده بودند. او در سال 33 از پارس فیلم به دیانا فیلم رفت و قرار شد برای بازی در 2 فیلم در سال هر ماه 1000 تومان دریافت کند. اما همکاری اولش با آنجا برای بازی در فیلم 4 راه حوادث ساموئل خاچیکیان 1 سال به طول انجامید که بابت آن بالاترین دستمزد یعنی 12000 تومان دریافت نمود. فیلم های تلسم شکسته، دوقلوها
اول هیکل، امون و روز و ستارگان می درخشند. تعدادی از کارهای بعدی او تا سال 41 و فیلم کلاه مخملی دکتر اسماعیل کوشان هستند که نقطه عطف دیگری در کارهای او بود. او با خوش درخشیدن در ایفای نقش جاهلی، با کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و کفش چرمی نکتیز، دستمال ابریشم یزدی و تسبیح و کلاهی مخملی، با راه رفتن و رفتارهایی خاص و بالا انداختن ابرو و تک کلامهایی خاص خودش میان مردم هوادار پیدا کرد و در چند فیلم دیگر هم از جمله سالار مردان، مردان روزگار، مردها و جاده ها و ابرام در پاریس این کاراکتر کلاه مخملی او تکرار و در نتیجه تثبیت شد، طوری که حجم نقش های کلاه مخملی که از آن پس به او پیشنهاد می شد آنقدر زیاد شده بود که او خسته شده بود و خیلی از پیشنهادها را رد می کرد. از عمده ترین کارهای او از دهه 40 به بعد می توان اشاره کرد به طوفان نوح سیامک یاسمی، قیصر مسعود کیمیایی، قصر زرین محمد علی فردین، ده بومی کوچک پیتر کالینسون، توقی علی حاتمی، لوتی خسرو پرویزی، پاشن طلای نظام فاطمی، رقاصه شهر شاپور غریب، علی بیغم عباس کسمایی، سقاپ زکریا هاشمی، تا آخرین نفس کامران قدکچیان و برزخی های ایرج قادری در سال 61 که بعد از آن تصویرش دیگر هرگز بر پرده سینما ظاهر نشد، تا سال 92 و فیلم نقش نگار علی عطشانی که آخرین بازی او در سینما محسوب می شود. او سال 49 و 50 برنده مجسمه سپاس برای فیلم های رقاصه شهر و سقاب شد. سریال سلطان صاحب قران از جمله سریال‌های ماندگار دهه 50 است که او در آن برای علی حاتمی در نقش امیر کبیر بازی کرد. در طول دوران بازیگریش کم کم میل به فیلم سازی هم در او بیدار شد که باعث شد علاوه بر بازیگری چندین کار را هم کارگردانی کند که اگرچه در گیشه زیاد موفق نبودند ولی توانستند نیاز به ابراز سلیقه شخصیش در فیلم سازی را برآورده کند. از ساخته های او می توان اشاره کرد به مردها و جاده ها، میلیونر فراری، عروس دهکده، سوداگران مرگ و فرار از حقیقت که سناریوی آن را احمد شاملو که از دوستان ملک مطیعی بود برایش نوشت. ملک مطیعی بازیگری مردمی و وطن پرست بود که تا آخرین لحظه زندگیش در ایران ماند و شرافتمندانه زندگی کرد. اگرچه 36 سال نام او در سینماها نبود، اما ورد زبان مردم بود و هست، هم نامش هم تک کلامهایش. او 4 خرداد 1397 بعد از پشت سر گذاشتن 88 بهار در اثر بیماری و کهولت سن درگذشت و در میان خیلی هواداران و سینماگران در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. من خیال میکنم که یکی از ثروتمندترین مردم دنیا اگه پولی تو بانک نداشته باشه اولا محبت و اندوخته داره که هیچ کس نداره و زندگی توی مملکتی که همه دوست هم دارم، منم عاشق همه اونا هستم، برای من نعمتیه.